هفته رو با موضوع بحث انگیز سقط جنین شروع میکنیم. عملی که موافقه و مخالفه زیادی داره. مخالفه که بیشتر دلایل اخلاقی و مذهبی دارن. میگن همین که جنین تشکیل شد موجود زنده به حساب میاد و سقط کردنش مثل قتل نفسه. اما در مقابل عده زیادی میگن فقط خود زنه که میتونه در مورد بدن خودش تصمیم بگیره و تازه غیر قانونی بودن سقط جنین تنها نتیجه ای که داره اینه که این کار بازار سیاه پیدا میکنه و عملی که مخفیانه و در شرایط غیر بهداشتی انجام بشه جون زن رو به خطر میندازه. گزارش مریم قرنی رو میبینیم، بعد در این مورد با هم بیشتر صحبت میکنیم. روزنامه ها روز هفتم اسفند ماه با انتشار عکسی از یک جنین مرده در جوی خیابانی در تهران نوشتند هر ماه 15 جنین در زباله های شهر تهران پیدا می شود. این خبر تکرار داستان سقط جنین های زیرزمینی و تکرار مرگ زنان و دخترانی است که به استقبال مرگ می روند. دکتر مجید ابهری جامعه شناس می گوید مرگ یک زن در تهران منجر به شناسایی یک مرکز زیرزمینی شد. اعضای باند گرداننده این مرکز بسیار کثیف و غیر بهداشتی دو زن و چند مرد بودند که تنها طی 4 ماه اقدام به بیش از 70 مورد جراحی غیرقانونی کرده بودند که با وجود دریافت مبالغ کلان اغلب منجر به عفونت و نهایتا مرگ زن شدند. زنان وقتی که برای سقط جنین پول کافی ندارند، آمپول‌های سقط گوساله را تزریق می‌کنند. دی ماه سال 1380 پزشک قانونی 51 مورد را برای سقط جنین قانونی اعلام کرد. آن هم زمانی که جنین قبل از 4 ماهگی قرار دارد و 3 پزشک تایید می کنند. اما آمار نشان دهنده سیر صعودی سقط جنین غیرقانونی در ایران است و این موزل موجب به وجود آمدن باندهای متعدد غیرقانونی در کشور شده است. دکتر ملک افضلی خبر از آمار غیر دقیق 80,000 سقط غیرقانونی در سال داد که عوارضی چون عفونت، خونریزی و نازایی و گاه مرگ در بر دارد. من 4 ماه و نیم میخوام ببینم این بچه درد رو میفهمه الان یا نه؟ نه، درد رو نمیفهمه. باید راحت باشه. لباسشو در بیار، کمکش کن لباسشو در بیار. آخه در میارم، خودم در میارم. آخه من ضربان قلبش رو میفهمم، مثل ماهی تو شکمم تکون میخوره. ماهی؟ سقط جنین در قوانین ایران قتل عمد محسوب می شود، اما زنانی هستند که به دلیل بیماری، فقر، اعتیاد، طلاق، روابط خارج از ازدواج، جنین ها و بدن خود را به تیغ و تراش می سپارند. خانم دکتر این حرفا چیه؟ من شوهر رسمی ایشون هستم. هیچ ربطی من نداره. خانم یه لباسا در بیار، حاضر شو یه بر بیار، مثلا خیلی شلوغه. تو کجاست من آوردی تو؟ ساکت باش. چه توضیح میدی؟ خانم فکر می کنم برای شما سوء تفاهمی. هی میگه درد میکشه، درد میکشه. انگار نمیدونی که قرار رحم بشه مثل هندی کاغاشو بتراشه. جنین هایی که گاه در شکم مادرشان تکان میخورند و صدای قلبشان شنیده میشود. آن هم در شرایطی که به گزارش سایت پزشکان بدون مرز از هر 100 سقط جنین غیرقانونی در ایران احتمالاً 20 تا 35% منجر به فوت می شود و این دختران بین سنین 16 تا 30 سالگی هستند. دکتر عطا هودشتیان معتقد است حکومت نباید با موضوعی که این چنین سلامت زنان را به خطر می اندازد برخوردی ایدئولوژیک کند، آن هم زنانی که در فشار سنت ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی می گیرند. آیت الله صافی سقط جنین بعد از 4 ماهگی ولو آنکه جان مادر در خطر باشد را جایز نمی داند و آیت الله مکارم شیرازی در فتوای جواز به سقط جنین بعد از 4 ماهگی در شرایطی که مادر در خطر مرگ است را صادر می کند و زنان و قانونگذار درگیر اختلاف نظر علما در چنین شرایطی هستند. برخی فمینیست ها معتقدند حفظ جان و سلامت مادر که انسانی بالفعل و کامل است بر حفظ جنین که انسانی بالقوه است ترجیح دارد. بنابراین با به خطر افتادن حیات یا سلامت مادر وی میتواند اقدام به قطع بارداری نماید که در این حال از مادر حمایت میشود. برخی دیگر سقط جنین را در همه موارد مثبت تلقی نمی کنند و آزادی سقط جنین را فقط در مورد جنین های ناسالم و ناقص الخلقه و جنین های ناشی از روابط خارج از ازدواج تجویز می نمایند. در این میان آنچه مسلم است نیاز قانون به تغییرات جدی در سقط جنین است تا شاید جنین های کمتری را در میان زباله ها بیابیم و نوزادان کمتری را بر سر راه ها. هرچند که حق حیات هم واقعیت دیگری است.
قرنی، صدای آمریکا.